موج آرزوها دل خسته بین صحرا موکب به موکبایم سویت امیر دلها با کول بار مهنت در حسرت زیارت آمی گذارم آقا در این مسیر جنت باز میخوانم با این آقا از عشق چشم زهرا از عاشورا باز هر قدم بین جاده باز می آیم بی اراده سویت آقا یا مولا یا مولا شهید دشت کربلا یا مولا یا مولا ای خامس آل عبا یا مولا یا مولا این نور چشم مرتضا یا مولا یا مولا ای خامس آل عبا مولای مهربانم ای روح من روانم این اربعین به لطفت راهی آسمان بسم الله الرحمن الرحیم جعفر کریمی هستم از شهرستان عراق روستای مزرعه خاتون من والا سفر دوم هستم پارسال اومدم امسال هم اومدم والا یه حسی اون دست که اصلا نمیتونم به زبون بیارمش یعنی واقعا با زبون نمیتونم اون حسم رو بیانش کنم چون من خودم شخصا چند سال بود که آرزوی کربلا رو داشتم ولی پارسال یه جوری شد که اصلا بدون مثلا هم ویزا و گذرنامه اومدم اصلا خودم باور رو میکردم که مثلا واقعا به این راحتی من مثلا بیام پاوس آقا خیلی خیلی واقعا از شب اول محرم هم لحظه شماری میکردم به خود آقا قسم که بتونم امسال هم بیام پاووس آقا امسال هم با کلی مشکلات و بدبختی اومدم خودش یعنی با هزار یه مشکل از چه لحاظ مالی چه لحاظ اصلا همه چی خدا ولی بازم آقا خودش منو دعوت کرد خودم رو که دعوت کردیش پسر کوچیکی هم دارم اونم دعوتش کرد با هم اومدیم من خودم تو حیات روستامو یکی از خدمتگزار آقا تو حیات و تو مراسم های یعنی کل برنامه هاشو خودم اجرا میکنیم اون از لحاظ سن نشوهن چیزاشون ولی همین پارسال از خودش خواستم خود آقا علی اصغر خواستم که من یه روز میشه من میام پابوسشون که واقعا هم جور شد اصلا خودم هم موقعی که اومدم اینجا یعنی گفتم واقعا من خودم اومدم کربلا یعنی اصلا باورم نمیشد که یعنی خودم رو اینجا دیدم پاووس آقا دیدم اومدم اینجا پاووس آقا امام حسین ازم خواستم آقا امام حسین اگه من لاغش هستم بتونم تا چند سال اربعینا بیام پاووسه که امسال سال دوشه ایشالله اگه زنده باشم بتونم سال آینده هم بیام پاووس آقا با هزار مشکلات و با هزار بدبختی یا حسین خدا میخواد یعنی لحظه شماره میکنم منم آیا امسال هم میتونم دوباره از خونه زدم بیرون منم میتونم بیام دوباره همین گنبد طلای آقا رو ببینم از دور ببینم یه سلام خدمتش هست همین آرزو رو داشتم همین عشق به امام حسین که این همه جمعیت این همه زائر از کشورهای مختلف از شهرهای ایران با پای پیاده پای برهنه به سمت آقا حرکت میکنن
این واسه من قشنگترین لحظه سفره که با چه شوری و عشقی و حالی به سمت حرم آقا حرکت میکنم. من خودم پارسال که خدمت آقا رسیدم رفتم خونه، من نگو همون به همسن سالان به رفقان به همسایه گفتم آدم تا نره اونجا، تا نره اونجا با چش خودش نبینه، یعنی اصلا ما هیچی ندیدیم تو این چند سالی که زندگی هاییم، واقعا هیچی ندیدیم. آدم باید بره با چش خودش ببینه، با پای خودش بره صحنه ها رو، او شور و حال رو، او عشق به حسین رو ببینه. واقعا آدم باید با چش خودش ببینه که من پارسال تجربه کردم این عشق به حسین و این عشق به ابوالفضل و این شعور حسینی که تو وجود این ملته. حالا این از جنون ماه میذاریم، از خود گذشتگی میکنیم واسه آقا، اونی که تو توان اون باشه، اونی که به عشق آقا داریم تا حد امکان کم نمیذاریم واسش. حسین بابا خیلی دوست داشتیم، آرزو داشتیم بیان نمیتونم اسمشون رو بیارم، ولی خب با خیلی آرزو داشتیم بیامون. آقا قسمت میدم به همون طفل شش ماهت که تمام مریضا رو شفا بده و هر کس هر آرزوی و حاجتی داره برآوردش کنه. السلام علیکم ابو عبدالله حسین. هوای دیدن تو گرفت خوابو از تو چشمام، شده جاده نجف تا کربلا تموم رویا. حالا که پر ندارم تا پای پیاده، میزنه نبض دلم تا به کربلا با دل جاده. اگه که عمری باشه باشه